امروز خامنه ای در خطبه نماز جمعه ادعا کرد که انقلاب مصر یک انقلاب اسلامی است، از مساجد و با شعار الله اکبر شروع شده و خزعبلاتی از این قبیل. این ادعا به سرعت از جانب گروه اخوان المسلمین که یک گروه سیاسی اسلامی در مصر است پاسخ گرفت. این گروه اعلام کرد که انقلاب مصر رو اسلامی نمیدونه، این انقلاب اسلامی نیست و این گروه هم هیچ ادعایی و هیچ برنامه‌ای برای تصرف قدرت سیاسی نداره. اما برای روشن شدن پوچی و بیمایگی این ادعاهای خامنه‌ای حتی احتیاجی به این تکذیب نامه نبود. کسی که وقایع و تحولات مصر و تونس رو در هفته‌های اخیر دنبال کرده باشه به روشنی میدونه که این انقلاب‌ها انقلاباتی است کاملا سکولار که از جانب توده های محروم و مردم این کشور، توده مردم در این کشورها شروع شده، با خواست سرنگونی رژیم دیکتاتوری، با خواست آزادی، با خواست برابری، با خواست کار، رفاه و علیه فقر و ستم و سرکوبگری، دقیقا مانند حرکت انقلابی که در ایران در سال 88 شکل گرفت. اگر چیزی شباهت بین این انقلاب ها رو نشون میده، دقیقا این خیزش عمومی مردم هست علیه دیکتاتوری ها، علیه سلطه‌گری و علیه حکومت یک اقلیت میلیاردر ناچیز بر این جوامع و چه مشترک جمهوری اسلامی با نظام های حاکم در تونس و در مصر. دقیقا این هست که همه این نظام ها از طرف یک اقلیت ناچیزی اداره میشن که سرکوبگرن، ابتدایی ترین حقوق مردم رو زیر پا له کردن و از اون طرف با چپاول و غارت ثروت های ملی میلیاردها ثروت برای خودشون اندوختن و اکثریت عظیم مردم رو به زیر خط فقر روندن. این وجه مشترک همین کشور هاست و این وجه مشترک همه انقلاب هایی است که الان در این کشورها داره شکل میگیره. در واقع خامنه ای داره وحشت خودش رو اعلام میکنه با این ادعا که انقلاب در مصر اسلامیه. در واقع داره از پیش میخواد اینطور تصویر کنه، تعبیر کنه این چهره رو، این روایت رو از انقلاب در مصر تبلیغ کنه که این انقلاب ها به جایی نمیرسن، همون حد اکثر به همون جایی میرسن که جمهوری اسلامی هست، در حالی که تماما واقعیت در جهت عکس داره طی میکنه. اگر اخوان المسلمین ناگزیر میشه بیاد ادعا کنه که این انقلاب اسلامی نیست و این حزب و حزب اخوان المسلمین برنامه‌ای برای تصرف قدرت سیاسی نداره، دقیقا به خاطر اینکه میدونه به طور عینی و واقعی انقلاب ربطی به فعالیت‌های سیاسی اخوان المسلمین نداشته و در افق خودش هم چه نیروهایی قرار نمیده. این کاملا امکان داره که در آینده اگر بتونه ضد انقلاب حاکم بشه و انقلاب رو مهار کنه، در آینده جایی هم برای نیروهای سیاسی مثل اخوان المسلمین باز کنه، ولی جای نیروها در صف ضد انقلاب هست و در نه در میان مردم با ادعاهای ضد آمریکایی و مستصف پناهی که جمهوری اسلامی مثلا روی کار اومد، اون دوره دیگه گذشته و نیروهای اسلامی در این کشورها حتی چنین شانسی هم دیگه ندارن. همونطور که الان این شعار رو در روی خیلی از سایت های جوانان و سایت های مخالف جمهوری اسلامی میبینید، در واقع اعلام کرده جامعه که بعد از بن علی نوبت سید علی هست، یا شعاری که امروز دارن میدن تهران قاهره دیکتاتور باید بره. این شعارها واقعیت رو اعلام میکنه و اینکه واقعیت همسرنوشتی توده مردم کارگر و زحمتکش در ایران و در دیگر کشورهای منطقه در مبارزه مشترک و با شکوهشون علیه حکومت ها و رژیم های سرکوبگر، دیکتاتور و غارتگر در این کشورها.